سلام دوستان میخوام کمی راجع به پادکست براتون توضیح بدم پادکست در واقع میشه گفت برنامه های رادیوی اینترنتی هستن که پیرامون موضوعات خاصی هستن شاید معروفترین پادکست برای ما ایرانی یا پادکست های رادیو جوان باشن که صرفا موزیک هستن البته پادکست ها موضوعات مختلفی میتونن داشته باشن که موزیک خب یکیشون میتونه باشه پادکست ها معمولا مدت زمانشون از 20 دقیقه یا نیم ساعت بیشتره و شما از دو طریق میتونید بهشون دسترسی داشته باشید یه طریق که بهترین راهش هم هست به نظرم میتونید از, از اپ های مربوط به پادکست استفاده کنید مثل کست باکس یا پادکست شرکت گوگل و راه دوم هم این هستش که اونا رو به صورت مستقیم از وبسایت اون پادکست مربوط رو دانلود کنید یا از طریق کانال های تلگرام یا اینکه فایلایی که حالا به هر صورت توی واتساپ یا تلگرام براتون میفرستم دانلودشون کنید و فرمتشون هم معمولا امفیتری هستش و میتونید اونا رو گوش کنید بعد از اینکه اپ کسب باکس رو دانلود کردید محیط برنامه به یه همچین شکلی هستش البته بیشتر پادکست ها به زبان انگلیسی هستند، ولی خب چند وقتی هستش که پادکست های فارسی هم در حال رو به رشد هستند و در حال زیاد شدن هستن برای شروع گوش کردن پادکست من بهتون بخوام توصیه کنم توصیه می کنم که از پادکست چنل بی شروع کنید پادکست چنل بی رو آقای علی بندری اجرا میکنه و هر قسمتش یک داستان واقعی رو تعریف میکنه که خب داستانهاش هم العاده جالب هستن و خیلی هم نشنیدید و توصیه میکنم که برای شروع گوش کردن پادکست از پادکست های چنل بی شروع کنید پادکست دومی که میتونم بهتون معرفی کنم پادکست فردوسی خانی هستش که آقای امیر خادم اون رو اجرا میکنم و کتاب فردوسی رو از اول شروع میکنن شاهنامه فردوسی رو از اول شروع میکنن خوندن و همراهش توضیح میدن و معانی اون کلمات و عبیاتی رو که میخونن براتون میگن و صرفا یه روخانی از روی کتاب شاهنامه تنها نیست و هواشی کتاب شاهنامه و حتی توضیحات اضافه که شما نیاز دارید برای درک بهتر این کتاب رو بهتون ارائه میکنم پادکست های دیگه ای هم هستم مثل رادیو دیو که هر اپیزودش یه موضوع خاصه مثلا موسیقی ادبیات یا سینما و پادکست بعدی پادکست رد روم هستش که پیرامون داستانهای جنایی هستش و, و موضوعات از این قبیل البته اگر زبان انگلیسیتون در حد ایدال هسته شما میتونید حالا با توجه به اون رشته تحصیلتون یا اون حرفه کاریتون پادکست های مربوط به اون رو گوش بدید یا حتی اگر دنبال یه پادکست آموزشی مثلا فرض کنید پادکستی راجع به یادگیری زبان انگلیسی یا مثلا آزمون های آیلز پادکست هایی که راجب آزمون ها هستن میتونید پیدا کنید یا اینکه راجب یه موضوع مثل موضوعات بیولوژی یا یا حتی مثلا ویروس شناسی ویرولوژی و طیف خیلی گسترده ای داره و صرفا یک موضوع کلی و جنرال نیست توصیه میکنم که حتما حتما یک بار امتحان کنید مخصوصا برای کارهایی که حالا فرضاً مثل رانندگی یا اینکه توی ترافیک هستین توی جاده هستین یا حتی در حال کارهای روزمره مثل یه اتو زدن یا اینکه حالا شستن ظرفاتون به نظرم خیلی زمان رو براتون کوتاهتر میکنه و لذت بخشتر امیدوارم که تونسته باشم توضیحات کاملی رو بهتون داده باشم خدافظ شما